خب دوستان سلام عرض شد خدمت همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، حسابی مشغول کار باشید، نتایج خیلی خوب، ویژن های مثبت، انرژی بالا با امید و خدمتتون عرض کنم که برنامه های عالی. وبینار امشب در خدمتتون هستیم، وبینار در واقع آموزش استراتژی، یکی از 4 وبیناری که در طول هفته داریم مطابق با کتاب اریک وور. خدمتتون عرض کنم که دوستان یه نکته رو خواستم قبل از اینکه برنامه امشب رو داشته باشیم خدمتتون متذکر بشم، اول به خودم میگم و بعد در واقع خدمت دوستانی که تو این جلسه حاضر هستن. اینکه ما همیشه خودمون رو مشغول کنیم به در واقع آموزش ها و حالا چه بحث آموزش دیدن، چه آموزش دادن، چه حضور تو جلسه. یه موقع هست شما مطلب رو میدونید و چه بلدید آموزش بدید، چه در آموزش دیدید و میدونید. نکته دیگه اینجا وجود داره و اینکه خودمون رو مشغول کنیم به اینکه باشیم، حضور داشته باشیم. به نظر من، این البته نظر شخصی خود من هست، برای اینکه توی نتورک بتونیم رشد بکنیم و هر روز یه قدم به سمت جلو برداریم، این خیلی مهمه که هر روز بتونیم به سمت جلو بریم. حتما باید خودمون رو داخل فضا نگه داریم و خودمون رو مشغول کنیم به حالا یا صحبت کردن، یا با افراد آشنا شدن، یا تو جلسات شرکت کردن، یا آموزش دادن، یا زنگ زدن، صحبت کردن. اینکه این مشغول بودنه رو اگه بتونیم خلق بکنیم برای خودمون خیلی مهمه. و یکی از بخشای مهمی که ما توی تیم بلو هوپ داریم اینی که 4 جلسه وبینار داریم، وبینار آموزشی در واقع داریم در طول هفته، که خود این میتونه یک فضای بسیار بسیار مناسب برای ما فراهم بکنه که مشغول باشیم. این خیلی مهمه، اینکه این انقلاب تو ما رخ بده که مشغول باشیم. چون خیلی وقتا دوستان هستن مثلا به یه رنگی میرسن یا نمیدونم یه سری سایکل میزنن، یه سری اتفاقات برشون میفته، از اون به بعد تو جلسات کم رنگ میشن و شرکت نمیکنن و این اصلا خوب نیست. چون نتورک چیز دیگه ای نداره که، نتورک همین مشغول بودن است و این فضا رو باید در واقع خودمون رو درگیرش نگه داریم. آموزش دادن، آموزش دیدن، با افراد صحبت کردن، دعوت کردن، پرزنت گذاشتن، تو پرزنت شرکت کردن. یادم توی تجربه‌ای که توی گذشته توی نتورک داشتم، خیلی وقتا می‌رفتیم تو پرزنت‌های همدیگه شرکت می‌کردیم، تو جلسات همدیگه شرکت می‌کردیم، جلسات شیرینگ ست می‌کردیم و همه اینها در واقع یک هدف مهم توش بود، این که ما رو توی فضا نگه می‌داشت. بنابراین آموزش، تو جلسه آموزش امشب شرکت کردن این نیست که من ورودی جدیدم شرکت بکنم یا من یه ورودی جدید دارم با اون شرکت بکنم. واقعا فقط این که شرکت بکنم هدف هست و حالا این هدف برای همه ما وجود داره. هر کدوم از ماها با حضورمون تو این جلسه میتونیم این جلسه رو پربارتر، پرانرژی‌تر و خودمونو در واقع توی گود مشغول نگه داریم. مشغول بودن توی نتورک مارکتینگ خیلی مهمه و شاید پایه این که میگن راز موفقیت توی نتورک مارکتینگ موندگاریه. شما میتونید توی موندگاری مشغول بودن رو پیدا بکنید دیگه. اگه من هر روز مشغول باشم به یه کاری توی تیمم، توی نتورکم، این در واقع باعث میشه که حالا در عمل موندگارم در واقع هستم و این بودنه خیلی مهمه توی نتورک مارکتینگ. برای همین مسابقه معروف خرگوش و لاک‌پشت که چند وقت پیش توی پیج اریک وور اگه اشتباه نکنم بود، نشون میده که در واقع انگار این افسانه ای که خرگوش با لاک‌پشت مسابقه میذاره ولی لاک‌پشت برنده میشه، این همچین هم اشتباه نیست. خدمتتون عرض کنم که سعی کنیم همیشه تو این فضا باشیم، حتی اگه سرعتمون پایینه، سرعت رشدمون حتی اگه پایینه، حتما تو جلسات شرکت بکنیم، اینو فرهنگ کنیم. چون باز هم نتورک مارکتینگ موفقیتش حاصل یک فرهنگ صحیحه و این فرهنگ خیلی ساده با حضور همه ما تو این جلسه میتونه رقم بخوره. خب بحث آموزش، جلسه آموزش، جلسه استراتژی رو داریم. دوستان چه خوب که همه چیز از هدف شروع میشه. قدم اول حالا من نتورک رو به دید یک آزمایش از زندگی، یک سمپل کوچیک از زندگی واقعی اگه بخوام بهش نگاه بکنیم، که برای خیلی ها این سمپل کوچیک تجربه شون اون چند سالی که توی نتورک مارکتینگ وارد میشن و موفق یا غیر موفق ازش خارج میشن، برای همه اونا، برای اکثر اونا این تجربه همیشه این بوده که چه آموزش های خوبی بود، چه برنامه های خوبی بود، یادش بخیر. من خیلی از دوستان دارم که سالهای سال
سالهای قبل با هم کار کردیم و امروز هنوز که هنوز از اون روز صحبت میکنن، اگرچه شاید اصلا حالا وارد نتورک شدن یا نشدن زیاد مهم نیست. بنابراین این آموزش ها رو امروز که ما داخلش هستیم قدرش رو بدونیم، هر چقدر میتونیم بیشتر روش سرمایه گذاری بکنیم، بیشتر بشنویم، بیشتر مشغولش باشیم. خیلی مهمه، هدف خاصی اونجا وجود نداره که بریم تیکش بزنیم، اینی که مشغولش باشیم خیلی مهمه. یکی از اون موارد خیلی مهم هدف گذاری هست. چه خوب که تو این کار ما این موقعیت رو داریم که با اهدافمون شروع بکنیم. دوستان خیلی از کارهای دیگر شما شاید انجام میدید، کارهای سنتی دارید انجام میدید. خود من کار سنتیم هم دارم کنار کار بیزنس نتورک مارکتینگم و خب همه ما میدونیم تو کارهای دیگه معمولا به این شکل نیست که لیست هدف بنویسیم. اوکی میشه نوشت، چه خوب که بنویسن، هستن کسایی که مینویسن، ولی مثل نتورک مارکتینگ نیست که روزی که شروع میکنید میگن جلسه هدف، اول آموزش ها میگن هدف و راجع به هدف صحبت میکنن، جلسه هفتگی میذارن هدف. چه خوب که تو این کار از این نقطه بسیار بسیار مهم شروع میکنیم، قدرش رو بدونیم، قدر کاری رو که میکنیم بدونیم دوستان. شاید سالها بعد یاد این روزا رو بکنیم و اینکه بگیم چه روزای خوبی بود، چه فضای خوبی بود، چه فضای مثبتی بود. اون موقع شاید از این فضا دور شده باشیم. امروز به استناد همه اون آدمایی که از تجربهشون گفتن، به استناد همه آدمایی که با همین قدم ها موفق شدن، به استناد همون کتابایی که در مورد هدف صحبت میکنن، به استناد تجربه هایی که داریم، بیاییم بحث هدف رو عملی اجرایی با ایمان باور واقعا بخش زندگیمون بکنیم و این رو از خودمون شروع بکنیم. همه ما که تو این جلسه هستیم بشینیم هدفامون رو مشخص بکنیم. کلن یه بحث هدف گذاری، جلسه هدف، بازی با هدف، فکر کردن بهش، برنامه داشتن، تمرکز روش، همه اینا باید به عنوان بخش از زندگی ما باشه. مثل غذا خوردن، این زندگی ما، این که به شکل تابع یه سری اتفاقا اینپوت میشه، حالا یه جا دانشگاه میریم، یه جا ازدواج میکنیم، چهار تا دوست پیدا میکنیم، توی کاری وارد میشیم و آوتپوتش یا نتیجهش این میشه که امروز دکتر شدیم، امروز موفق شدیم، امروز زندگی خوبی داریم یا نداریم، یا سلامتیم یا نیستیم، یا حالا هر چیزی. دوستان مثل این تابع زندگی که توش اینپوت میاد، ما باید سیستم هدف رو یکی از اینپوت های مهم زندگیمون قرار بدیم. برای منی که دارم این حرفا رو الان میزنم، باز هم یه درسه، باز هم یک تکراره و این همون مشغول بودن است که برای من این جلسه جلسه مفید و در واقع در عمل میتونه نتیجه به بار بیاره. بنابراین هممون هر جا که هستیم، مهم نیست به چی رسیدیم نرسیدیم، خصوصا توی نتورک بازم ما به این لول شاید میرسیم، یه لول موهومی که انگار که اینا مال بقیه است، مال زیر مجموعه های ماست، مال تیم ماست. دوستان اگه به این دید برسیم که مستقل از هر کسی دیگه تو سازمانمون، توی تیممون، توی زندگیمون، من اگه هدف داشته باشم میزنم، من باید هدف داشته باشم و اون لیست هدف من مهمه، اگه به این دید برسیم، به این انقلابه برسیم، اثری که رو بقیه میذاریم یک اثر فوق‌العاده بزرگتریه. خدمتتون عرض کنم که بحث هدف خب میتونه در قالب یک جلسه هدف با کتاب‌های افراد بزرگ، با ویدیوهای افراد بزرگ مثل آقای جیم ران، مثل تونی رابینز، مثل آدم‌های دیگه باشه، اما قطعاً ما توی بحث آموزشیمون راجع به یک ورژن خیلی ساده‌تر از هدف رو اینجا آموزش میدیم، یک ایده به افراد میدیم و افراد میتونن بسته به جدیتشون، بسته به برنامه هاشون برن و روی قضیه بیشتر کار بکنن. توی اینستاگرام بلو هوب شما میتونید یک ویدیو کارگاه هدف از آقای جیم ران، بزرگترین فیلسوف تجاری غرب، استاد تونی رابینز، فردی که شاید تکرار نمیشه دیگه نمونهش، کسی که میگه زمانی ما نتورک رو کار میکردیم که هنوز اسم نداشت، یعنی اسم نتورک مارکتینگ هنوز روش نبود، ما این رو کار میکردیم. استاد برایان تریسی، استاد خیلی از بزرگان دنیا در زمینه رشد شخصی، خب این فرد در واقع، یا حتی آقای اریک وور، کسی که امروز کتابش توی دنیا یک سند از صنعت نتورک مارکتینگ، کسی که استناد میکنه به حرفای آقای جیم ران، کسی که حکم حالا شاگردی آقای جیم ران رو داره. خب ما یک ویدیو کارگاه هدف از ایشون داریم توی اینستاگرام بلو هوب. افراد حتما چند دقیقه بیشتر نیست
حتما حتما روش وقت بذارن و این رو برای خودشون انجام بدن. جیمران میگه چه خوب که اینو میراثی تو خانواده‌مون بکنیم و بچه‌هامون هم جلسه هدف بذارن، بچه‌هامون هم هدف داشته باشن، بچه‌هامون هم هدف تیک بزنن، جشن رسیدن به اهدافمون رو با خانواده‌مون بگیریم. من فکر می‌کنم اگه این سیستم رو بتونیم راه بندازیم و این بشه فرهنگی از حالا خانواده‌مون و نسل‌های ما، مطمئناً در یک قالب خیلی کلی‌تر میتونه توی جامعه حتی نقشش رو نشون بده. بنابراین بسیار بسیار کار ارزشی هست، جدا از این که مستقیم پول بیشتر به دست میاریم، مستقیم به چیزایی که می‌خوایم می‌رسیم، مستقیم شادتر زندگی می‌کنیم، فولفیلتر اصطلاحاً زندگی می‌کنیم، جدا از اون در واقع می‌تونیم کمک کنیم به شروع یک جریان. و چه خوب که هر کاری انجام میدیم امروز در یک قالب بزرگ ارزشی باشه، بخشی از یک تصویر بزرگ باشه. چرا؟ چون این قطعاً نتیجه خواهد داد. میتونید کارتون رو شروع کنید، پروژهتون رو شروع کنید و بگید من 100% این رو به نتیجه میرسونم، مهم نیست چی میشه. چرا؟ چون بخشی از یک تصویر بزرگتر رو تو ذهنتون دارید. بحث هدف چه خوب که خب به شکل خیلی حرفه‌ای پیشنهاد میکنم به دوستان حتما اون جلسه هدف رو برن ببینن. ویدیوهاش تو خود یوتیوب هم هست، ویدیوهای آقای جیمران، میتونن تو قالب دو تا ویدیو نیم ساعته کارگاه معروف کارگاه هدف جیمران رو ببینن، روش کار بکنن. اما خب این کارگاه هدف کلی هست، همه هدفهای ما داخلش هست و منم پیشنهاد میکنم واقعا اون باشه، ولی به خاطر اینکه توی بحث کاری بتونیم یه مقدار شسته رفته تر و اینکه فرد رو مستقیم از بحث کار بتونیم بدون اینکه ذهنش در واقع بیفته تو تله و چاله ای که شاید تجربه های شرکت های دیگه، تجربه های تیم های دیگه با سوء استفاده از این اهرم هدف در واقع ممکنه تصویر نامناسب و آزاردهنده ای رو تو ذهنش شکل داده باشن، برای اینکه از اون دوری بکنیم ما ابتدای کار بلو هوب شروع کردیم به تمرکز روی اهداف کاری، اهدافی که مرتبط هستن با قدمایی که می‌خوایم برداریم. دوستان تو این بحث هدف حالا امروز من اگه یک یا دو تا از ماژولا رو برسم و تموم بکنم تو زمانی که برای این وبینار در نظر گرفته شده، دوست دارم یه مقداری دیتیل تر و ریستر راجبش صحبت بکنیم، یه مقداری بینشی تر صحبت بکنیم. دوستان زمانی که ما هدف گذاری میکنیم، که خب حالا میخوایم راجع به هدفهای کاری صحبت بکنیم، باید یک ابزار داشته باشیم برای رسیدن به هدفمون. و خب یک بحث اینه که خب هدفمون چیه؟ چون اگه ندونیم چیه انرژیمونو تلف میکنیم. یه موقع صبح تا شب با این اون دعوا میکنیم، صبح تا شب با این اون بحث میکنیم، صبح تا شب سر این که با این کار بکنم با اون کار نکنم، این به من اینجوری گفت اون اینجوری میگه. توی تیم این اتفاق میفته دیگه، هر آدم یه شکلیه. تنها یه چیز ما رو برنده آخر روز نگه میداره و همیشه نگه میداره و همیشه نگه خواهد داشت، این که مهم نیست چه اتفاقی میفته تو کل روز من بدونم هدفم چیه. اگه هدفم اینه که اگزیکیتیو بشم، اگزیکیتیو شدن دایرکتامو رقم بزنم، سایکل بزنم، سایکل زدن دایرکتامو ببینم، که این چهار تا هدف بسیار ساده ولی فوق العاده قدرتمند هست. شاید زمانی که اینو طراحی می‌کردیم روزهای اول واقعا امروزو نمی‌دیدم، ولی به این نتیجه رسیدیم که این چهار تا هدف فوق‌العاده است و هنوز که هنوز جایگزینی براش پیدا نکردیم. فرهنگ به این قوی رو میتونیم هم تو خودمون گسترشش بدیم، تقویتش کنیم، هم توی تیم گسترشش بدیم و مراقب باشیم که در واقع این اون جایگاهی رو که داره حفظ بکنه و حتی پررنگ‌تر هم بشه. پس ذهنمون، من میسم روز که کارم رو شروع میکنم، اگه قرار اگزیکیوتیف بشم تا شب مهم نیست چه اتفاقی میفته، تو هر جلسه که میرم، هر تلفنی که صحبت میکنم، هر اتفاق خوب یا بدی که برام میفته، هر تلفن خوشحال کننده یا ناراحت کننده ای که برام اتفاق میفته، هدفم اگه از ذهنم بیرون نبرم، دوستان اون روز من برندم. این خیلی مهمه، چون اینو من تست کردم واقعا. روزهایی که قاطی زندگی میشم، یعنی با جریان زندگی خودم رو رها میکنم و میفتم تو جریان زندگی، خیلی 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 دور میشم، خیلی خیلی یک قدرت فوق‌العاده وجود داره تو جریان زندگی برای اینکه ما رو به هر جا که میخواد ببره. اما زمانی که هدف داریم، زمانی که میدونیم کجا میریم، مثل آدمی میمونیم اون موقع که دنبال یه آدرس میگرده
بارها بارها این اتفاق برای هممون افتاده، دنبال یه آدرسی میگردید، با ماشین پشت فرمونید دارید دنبال یه آدرس میگردید، شاید 10 بار یه خیابون و این کوچه رو اون میدون و چپ و راست رو اشتباه میرید، ولی قبول دارید 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت بعد حتما میرسید. یک مسیر گنگ، یک مسیری که شاید بارها بارها اشتباه توش میکنید و این تجربه خیلی خیلی تجربه در واقع فکر میکنم آموزنده ایه. ما بالاخره پیدا میکنیم اونجایی که میخواستیم بریم. چرا؟ چون آدمی که گم شده یا آدمی که داره خیابونا رو پشتم اشتباه میره عصبی شده و هر کی بهش برسه میگه دنبال فلان کوچه میگردم، شاید حتی دوتا بعد میرا هم بگه چرا دنبال اون کوچه میگرده، این هدفشه، و با اون همه گم شدن باز هم میرسه، با اون همه مبهم بودن باز هم میرسه. ولی ما تو زندگی دوستان زمانی که اینجوری نباشیم، حتی اگه اینقدر گم نشیم، یعنی حتی اگه اینقدر کوچه و خیابون اشتباه هم نریم، چپ راست اشتباه هم نریم، باز هم دوستان وضعیت خیلی خطرناک میشه زمانی که هدف نداریم. ولی ببینید زمانی که هدف داریم، حتی اگه اون هم کوچه رو اشتباه بریم، پیداش میکنیم تو نیم ساعت، تو 20 دقیقه پیداش میکنیم و وقتی میرسیم راجبش حرف میزنیم و اون هدف هم شاید زیاد هدف اشتباه سوزانی نیست، شاید داریم میریم یه جا چه میدونم یه نفر چکمونو برگشت زده، داریم میریم مثلا یه مقدار پول نقدش بدیم چکمونو بگیریم یا فلان، اصلا اتفاق خاصی هم نیست اونجا، ولی اون انرژی که تو مسیر میذاریم، اون هدف داشتنه، فقط هدف داشتنه مهمه، این که من دارم میرم دنبال هدفم هم. بچه این تجربه رو تو خیلی از جاها دیدیم، خیلی وقتا دنبال خرید یک وسیله هستیم، مغازه اول نداره، مغازه دوم نداره، میگردیم اون روز پیداش میکنیم. دوستان هدفهای ما خیلی مهمتر از این چیزان، هدفهای ما مهمتر از پیدا کردن یه آدرسن، و این تجربه‌ای که واسه همه ما اتفاق افتاده به ما اینو میگه که اگه واقعا جدی دنبال هدفمون باشیم، صبح تا شب، شب تا صبح، تو هفته هایی که داره میگذره اگه هدف داشته باشیم، خیلی زودتر از اون آدرسی که در واقع پیدا میکنیم باید پیداش بکنیم. به خاطر همین با در نظر گرفتن این تجربه، این مثالی که دقیقا براتون زدم، این باوره رو تو خودمون تقویت کنیم که رسیدن به هدف باید خیلی ساده تر از پیدا کردن اون آدرس باشه، زمانی که اون همه گمش میکنیم. تازه ما اینجا خیلی چیزا رو میدونیم، اینجا راهنما وجود داره، اینجا آدمایی هستن که قبل از شما اکزیکیتیو شدن، آدمایی هستن که قبل از شما جید شدن، آدمایی هستن که قبل از شما تعداد سایکلی که شما دنبالش هستید و زدن، میتونید برید ازشون بپرسید، میتونید با اونها قدم بردارید. فکر کنید یه نفر آدرسو بلده و باهاش میشیم و میگیم که آقا شمایی که آدرس فلان جا رو بلدی، شمایی که رفتی اونجا رو، میشه بیاید با هم بریم، دیگه گم نمی‌کنید مسیر رو و خیلی سریع میرسید به اون مسیر. چه اعتماد به نفسی به شما برای در شما ایجاد میشه. دوستان زندگی ما و حالا تجربه ما و بحث کاری ما، اینا همه با این جور نگاه میتونه خیلی ساده تر بشه، خیلی روشن تر بشه. پس یک هدفمونو واقعا کاربردی و اجرایی دنبال بکنیم. هدفمونو مثل یه آدم تشنه‌ای که دنبال آب میگرده، مثل یه آدمی که قرصشو گم کرده توی یخچال داره دنبالش میگرده، باید قرصشو سر ساعت بخوره، مثل یه آدمی که دنبال یه آدرس میگرده، مثل آدمی که دنبال شماره تلفن میگرده، مثل آدمی که دنبال یک کتاب میگرده، نمیدونم، مثل اون آدمه دنبال هدفمون باشیم صبح تا شب. و اول از خودمون بپرسیم مثلا هدفمون چیه. الان ماه نوامبر شروع شده، ماه نوامبر ماه بسیار بسیار مهمی هست، ماه دسامبر رو داریم پشتش و سال نو میلادی رو داریم دوستان، یک فرصت فوق العاده است. هدفمون چیه؟ هدف این هفتهمون چیه؟ هدف تا قبل از جلسه هفتگی این هفتهمون چیه؟ هدف این ماهمون چیه؟ هدف دو ماهمون چیه؟ سال 2020 رو چجوری میخوام شروع کنم؟ سال 2020 رو کی میخوام باشم؟ و بدونید دوستان، مطمئن باشید اینو که هیچ کس جز خود شما اینو رقم نمیزنه. درسته من میسم به عنوان یک همکار هستم، مجموعتون هست، دوستان دیگه هستن، شرایط همه اینا هست، ولی باور کنید همه اونها خیلی که بخواد تاثیر بذاره، اگه شما موقعیت خودتون و برنامه خودتون رو قدرتمند ست کرده باشید، همه اون آدمایی که اطرافتون هستن میتونه درصدشون زیر 5% باشه، اگه شما بخواید، اگه شما نخواید میتونه 99% باشه. اگه شما همه سیستمتون رو بسپرید به یکی دیگه، مطمئنا نقش اونا پررنگ میشه و اونها رقم میزنن اینکه شما 5 سال دیگه کجا هستید. پس هدفمون رو مشخص کنیم هممون. اول خود من هدفمو برای این 2 ماه مشخص بکنم. خب اما نکته دوم چیه دوستان؟
یه زمانی ما هدفمونو میدونیم. آقا من هدفمو فهمیدم چیه. اینا این بحثه به نظر من خیلی مهمه، چون کاملا اجرایی داریم صحبت میکنیم، بحث بینشی نمیکنیم. اگه صحبت از هدف داریم میکنیم، صحبت از اینکه هدف اینه اونه نمیکنیم، صحبت از اینکه آقا شما آدرسی که گم کردی رو چجوری پیدا میکنی، اجرایی داریم حرف میزنیم. اما میخوایم قدم بعدی اجرایی رو بگیم. دوستان اگه فهمیدیم هدفمونو، اگه مثل اون آدرسی که دنبالش هستیم اینو متوجه شدیم، در عمل اینجوری دنبالش بودیم، تو ذهنمون روشن بود، نمیگم اتفاقات کوانتوم میفته هدف شما بهش میرسید، صحبت از اون اتفاقات نمیخوام، ریسید راز نمیخوام بگم، کاملا اجرایی میخوام بریم جلو. قدم بعدی رو میخوایم صحبت بکنیم دوستان. چجوری من به این هدف برسم مهمه، با چه ابزاری برسم مهمه. قطعا شما وقتی که هدفتون رو مشخص کردید، باید ابزار مناسب رو هم داشته باشید که من با چه ابزاری به این برسم. دوستان رسیدن به هدف مهمه ها، ولی به قول جیمران میگه که مراقب اون چیزی که میشید در راستای رسیدن به هدفتون باشید. این جمله بسیار بسیار مهمه. این جمله رو از در واقع کتاب مقدس بایبل میگه ایشون، و be aware of what you become in the pursuit of what you want. یعنی این چیز در واقع این جمله بسیار هم ادبی هست. توی ادبیات انگلیسی میگه مراقب باش، نگاهت باشه، چشماتو باز کن به چیزی که داری تبدیل میشی زمانی که داری تلاش میکنی به یه چیزی برسی. و مثالی که میزنه میگه فلانی، حالا جودس در واقع اون فردی که توی گروه راهب‌هایی که حالا با حضرت مسیح بودن یا اینا، میگه اون فرد 13 حالا اگه اشتباه نکنم یا حالا هر چندمی که بود، جودس اسمش بود، به چیزی که میخواست رسید ولی تبدیل شده بود به خائن، و برای اینکه برسه به اون هدفش به خائن تبدیل شده. چرا؟ چون از ابزار اشتباه استفاده کرده بود. و خب بعدش رفت خودشو دار زد، اون وجود بی ارزشش رفت دار زد. پس قدم دومی که باید حواسمون باشه اینه که به چی داریم تبدیل میشیم در راستای رسیدن به اون هدفه. زمانی که این مسیر رو میخوایم، این رو میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم دوستان، ابزاری که استفاده میکنیم مهمه. یکی دروغ میگه، یکی شاید کار خطا میکنه، یکی حالا نمیخوام این صحبت رو به این شکل ادامه بدم، ولی سعی کنیم از ابزارهای مناسب استفاده بکنیم. چرا؟ چون اشتباه، اگه از ابزار اشتباه استفاده بکنیم جدا از بحث استراتژیکی، ما رو ممکنه تبدیل کنه به یه آدم دیگه و ما اونو نمیخوایم. ما باید حواسمون باشه به هر آدمی قرار نیست تبدیل بشیم. و نکته دیگه که اینجا میخوام اضافه بکنم اینه که خیلی وقتا اون چیزی که میشیم مهمه، یا اصلا کلن همینه، اون چیزی که میشیم مهمه. شما بازم صحبت از جیمران میخوام بکنم، میگه که برو یک میلیونر شو، میلیونر دلاری. این هدفی که سالها پیش من همیشه تو ذهنم بوده و به همه میگم اینو، برو میلیونر شو. اکثر افراد میگن نه پول اونقدر مهم نیست، من یه زندگی مینیمالیستی میخوام. خصوصا توی اروپا این صحبتش زیاد میشنوم. میگن مشکل نداره، شما وقتی میلیونر شدی اون پولو بده بره، اون پولو در راستای هدفهای خیرخواهانه یا حالا همه رو ببخش. اما اون چیزی که از شما ساخته میشه تا شما یک میلیونر بشی، اون ارزشمنده. شما نیاز داری آدم شاید مطالعه زیاد بکنی، شاید آدم باگذشتی بشی، آدم صبوری بشی، آدم کسی که زیاد کوشش میکنه، زیاد تلاش میکنه، برای خود هدف ست بکنی، ناامید نشی، چالش برات پیش میاد، صفر میشی، محکم میشی. این چیزی که میشی مهمه. حتی بازم جیمران میگه زمانی که میدید شغل پیدا بکنید، شما میدید اینجا کارمندی، براتون مهم نباشه، همه چیز ذهنتونی نباشه که آقا من چند میگیرم اینجا. ازش بپرس، فکر کن، ببین تو چی میشی اینجا، تبدیل به چه آدمی میشی. چون اون چیزی که میشیم ما همیشه مهمتر از اون چیزی که به دست میاریم. به خاطر این مراقب اون چیزی که میشیم باشیم. و این قضیه میشیم در گروه ابزارالاتیه که ما استفاده میکنیم. دوستان ابزاری که میخوام تو این مسیر استفاده بکنیم، یک آموزش هست. یه زمانی هست با روشهای هایپ یه کارایی میکنیم، به مردم خدای نکرده دروغ میگیم، یا استراتژی اشتباه استفاده میکنیم، استراتژی که نیت مثبت توش نیست. جایی که قراره طرف محصول میخواد بره استفاده کنه، محصول میخواد بخره، مریض فلان، بهش خارج از چارچوبی که میتونیم حرف میزنیم. اینها همه استفاده از ابزار اشتباه هست. دوستان شاید خیلی وقتا نه تنها به اون چیزی که میخوایم برسیم نمیرسیم، حتی تبدیل میشیم به یه آدم دیگه. بنابراین
قدم دوم یا بحث مهم دوم تو این در واقع قسمت از صحبتمون اینه که مراقب باشیم به چی تبدیل میشیم و ابزاری که پس استفاده میکنیم و دقت کنیم. یک، میخوایم از ابزار آموزش استفاده کنیم. دوستان، ابزار آموزش دو تا بخش داره. یکی اینکه من آموزش ببینم و همیشه ببینم و هر چیزی که بلدم بیشتر ببینم. این چالش منیه که این مطلب رو بلدم، ببینم میتونم بازم آموزش ببینم. آموزش دیدن دوستان برای منی که بلدم مثل غذا خوردنه. معلومه که ما همیشه باید غذا بخوریم. هیچ غذایی نمیتونه منو برای یک بار تو زندگی برای همیشه سیر نگه داره. بهترین غذای دنیا، گرونترین غذای دنیا، خوشمزه‌ترین غذای دنیا فرقی نمیکنه، منو به یک مدت مشخصی سیر نگه میداره. بعدش دوباره من باید برم غذا بخورم. آموزش هم همینه. آدمای موفق توی دنیا اهل مطالعه‌ن، اهل آموزشن، اهل یادگیری‌ن و تو این قضیه مقاومت ندارن. بنابراین از ابزار آموزش هم برای خودمون هم برای تیمم. امروز با دایرکتم میخوام صحبت کنم. سعی کنم اولین و آخرین ابزاری که استفاده میکنم آموزش باشه. خیلی وقتا متاسفانه یه مسئله ای رو سر هم دیگه خالی میکنیم. خیلی وقتا خدمتتون عرض کنم، هست دیدم من، حالا نیت ها عوض میشه، طرف میره توی فاز دیگه. خیلی از مسائل اونجا وجود داره. دوستان اگه ابزاری که استفاده میکنیم غیر از آموزش چیز دیگه ای باشه، شما مسیر اشتباه میدید و شما تبدیل میشید به یه آدم دیگه. بنابراین اگه من صحبت میکنم مهم نیست موضوع چیه، یک هدفمو میدونم، بنابراین هر چقدر من تو موج زندگی روزانه خودم، تو موج روابط خودم، تو موج اتفاقاتی که خوشایند یا ناخوشایند داره برام میفته، من بالاخره به سمت هدفم میرم. مثل آدمی که بارها گم میشه ولی بالاخره میرسه. و ابزاری که تو این راستا استفاده میکنم آموزش است. چه وارد یک تلفن خیلی چالش‌زا میشم، چه دارم با یه کسی که خیلی دوستش دارم صحبت میکنم، چه یک فضای خیلی عاطفی پیش میاد، چه یک فضای بسیار بسیار تنش‌زا پیش میاد، مادامی که آموزش هدف منه، یا یاد بگیرم یا یاد بدم، این میتونه ما رو موفق کنه. حمایت فاکتور دیگه ایه که به عنوان یک ابزار برایش استفاده بکنیم. دوستان، خصوصا زمانی که ما تیم داریم، زمانی که شما تیم دارید باید فاکتور حمایت رو فراموش نکنید. اگه چیز دیگه ای اومد جای این فاکتورها رو گرفت، شما دارید تبدیل میشید به یه آدم دیگه و این میتونه تبدیل بشه به یک فرهنگ. و بدونیم که فرهنگ سالم درست کردن کار سختیه. بعضی وقتا توی تاریخ که نگاه میکنید چند نسل یک کشور فدا میشه تا یک فرهنگ درست به وجود بیاد، یا حالا فرهنگ غلطی به وجود بیاد. واقعا چند نسل کاره. بنابراین خیلی برامون مهم باشه تو تیممون چیکار داریم میکنیم. فرهنگ حمایت رو بسازیم. ساختن فرهنگ حمایت، با توجه به اینکه ساختن فرهنگ ها کار راحتی نیست، نیاز داره به اینکه یه مقدار بیشتر بهش فکر بکنیم و جدیترش بگیریم. اما بدونیم که اگه فرهنگ سالمی رو ساختیم، فرهنگ آموزش ساختیم، چه یادگیری چه یاد دادن، اگه فرهنگ حمایت ساختیم، حمایت بکنیم افراد رو و اینکه در قالب یک تیم کار بکنیم، اگه تونستیم این فرهنگ رو ایجاد بکنیم در قالب مثال کوچیکمون که یک تیمی به نام تیم بلو هوپ شروع کردیم، یه روزی این تیم میتونه تیم جهانی باشه، میتونه تو تاریخ هیچ وقت نمیره اگه من و شما بخوایم، و راهش فقط و فقط ساختن فرهنگ صحیح هست. و این فرهنگ صحیح اگرچه ساختنش کار سختیه، ولی دوستان اگه ساخته بشه، اگه این فرهنگ ایجاد بشه، زمانی که توی ماشین تکثیر میفته و آدمایی که اینو در قالب تجربه نشون دادن که چقدر خوبه و باورش کردن و امروز اعتماد به نفس دارن، اونا هم نمیذارن از بین بره دیگه، و اون نتایج به وجود اومده، یه عالمه دلیل و مدرک الان هست دیگه، اونو رها نمیکنن و به تعداد کافی آدمایی هستن که پشت این قضیه هستن و کسی رو هم نمیذارن بیاد کار غیر از اون انجام بده. زمانی که این اتفاق میفته دوستان، شما موفقیت بی‌نهایت دارید، مولتیپلاین در واقع سکسس دارید به قول جیم ران. بنابراین دو تا موضوع خیلی مهم رو صحبت کردیم، دو تا موضوع واقعا اسم بینش رو از روش برمیدارم، اسم اجرا روش میذارم، قدم‌های کاری هست. مثل رانندگی میمونه، هیچ که تو رانندگی یو فرمون رو نمیچرخونه. به نظر من خطا کردن از این موارد، از اون دوتا نقطه که امروز تو همین فایل صحبت کردیم راجبش، دقیقا مثل این مونه که شما وسط رانندگی با سرعت بالای 100 یو فرمون رو محکم بکشید یه سمت
این کارو نمی‌کنید، اینجا هم نباید بکنیم. پس یک، هدفمون رو واقعا مشخص بکنیم، چون اگه هدف نداریم بیفتیم تو اون کوچه پس کوچه ها، اونی که هدف داره پیدا میکنه، ولی مایی که نداریم قطعا گم میشیم. ابزاری که استفاده میکنیم به دلیل اینکه شخصیت ما رو میسازه، هویت ما رو مشخص میکنه، و هویت ما میتونه یکی از هدفهای عالی ما تو زندگی باشه، یکی از هدفهای فاینال ما تو زندگی باشه، غایی ما تو زندگی باشه، بعد برامون اهمیت داشته باشه. و این درگیره اون ابزاری که استفاده میکنیم، ابزار آموزش استفاده میکنیم یا دوز و کلک، ابزار زرنگ بازی استفاده میکنیم یا حمایت، ابزار کار تیمی استفاده میکنیم یا غرور و منیت، همه اینا کنار هم خودشو نشون میده. بنابراین سعی کنیم ابزاری که استفاده میکنیم برای این اهدافی که مشخص کردیم ابزار مثبت باشه، هر چقدر که بهمون نمیچسبه، هر چقدر که بهمون فشار میاره، هر چقدر که تو ذوقمون میزنه، هر چقدر که باید کوتاه بیاییم، و هر همه اینا تو همه ما هست، من شاید بیشتر از شما. بنابراین بیایم با خودمون رو راست باشیم. اگه واقعا تو زندگی بحث، حالا بحث کارمون تو بلو هوب جدا، ولی اگه واقعا خودمون تو خلوت خودمون برنامه‌ای تو زندگی داریم، بعید میدونم راهی جز این راه وجود داشته باشه. اما وارد بحث بعدی میشیم، بحث تعهد، موضوعی که این رو هم راجبش یه مقداری صحبت بکنیم. خدمتتون عرض کنم که بحث تعهد هم دوستان نمیخوایم ویژنی صحبت بکنیم، برای یک میگن مشزن اینی که 5 تا 6 تا 7 تا 9 تا نمیدونم چند تا راند رو بزننش ولی پاشه. خب این بحث ویژنی هست به نظر من. میخوام یه مقداری مثل بحث در واقع هدف، یه مقدار اجرایی و در عمل صحبت بکنیم راجبش. دوستان اگه شما واقعا اینو تست بکنیم، اگه شما واقعا دنبال یک آدرس باشید، و همون مثال و آدرس به نظر من خیلی کمک میتونه به ما بکنه، اگه شما دنبال یک آدرس باشید و کوچه بعد از کوچه، خیابون بعد از خیابون گم بشید، ولی به اون هدفتون یا به اون مقصدتون که میرسید پشتش یه چیزی هست. من بعید میدونم که خیلی از وقتا نگرش خیلی قوی پشت اینجور تجارب زندگیمون ماها داشته باشیم. صرفا یه ارج هست، به انگلیسی یه نیرو تو ما هست که ما رو میگه ادامه بده به این حادثه اشتباه، بریم به بعدی، بریم به بعدی. این واقعا اون ویژگی اجرایی است که ما باید داشته باشیم و پشت کار داشته باشیم، دنبال اون چیزی که براش برنامه ریزی کردیم، نوشتیمش، حرفش رو زدیم، بابتش وارد یک کاری شدیم، وارد یک رابطه شدیم، خانواده تشکیل دادیم، کار شروع کردیم، بیزنس شروع کردیم، برای سلامتیمون رفتیم باشگاه ثبت نام کردیم. این ارجع رو داشته باشیم، واقعا دنبالش باشیم، اون ویژگی اجرایی رو تو خودمون تقویت بکنیم. اصلا مهم نیست که میخوام یک مویزنی باشیم که 6 بار زدنش، داغونش کردن، خونینش کردن، اونجا افتاده دیگه چشاش هم نمیبینه، پاشو تو، چون تعهد باید داشته باشیم. من اینو کلن تو این بحث وارد نمی کنم. اون همون نیرویی که تو ما هست زمانی که دنبال یه آدرس میگردیم و ما آدرسمون رو پیدا میکنیم، اونو تو خودمون نگه داریم، و این همون تعهد است. این تعهد داری که اینو پیدا کنی، هرچند تو کوچه‌ام که اشتباه میری جلو و پیدا میکنی. اما قدم بعدی، افرادی که تو سازمان ما وارد میشن، دوستان نسبت به اونها یک نیروی رو تو خودمون ایجاد کنیم. دوستان خیلی از افراد هستن زمانی که شاید خودمون زمانی که وارد شدیم رفتیم پول قرض کردیم، شاید خودمون زمانی که وارد شدیم تو یک فضایی بودیم، تو یک موقعیتی بودیم که واقعا درمونده بودیم، هیچ راهی نداریم. یه نفر یه در واقع در به امیدی به ما معرفی کرد و ما امیدوار شدیم و ما فکر کردیم که میتونیم اینجا یه کاری بکنیم و و و اینو میتونید این سناریو رو گسترشش بدید. دوستان به این چیزا فکر بکنیم. زمانی که افراد تو تیم ما وارد میشن، مجموعه ما داره بزرگ میشه، هر روز که مجموعه داره بزرگتر میشه، این افرادی که دارن اونجا وارد میشن تو ذهن ما کم رنگ ترن. روز اولی که وارد میشیم یه نفر راست یه نفر چپ اکزیکیوتیو میشیم، خوشحالیم، توی ایمیلمون ایمیل میاد، مراد سیما بهمون پیام میده، ویدیو میده، به جای دی اونجا مینویسه ای ایکس توی پروفایلمون و عکسمون رو میزنن، بنرمون رو میزنن. اینا میشه. اون دو نفر چقدر مهمن. یه زمانی 10 نفر تو تیمتون وارد میشه و شما واقعا اصلا
شاید نمیشناسید، نبودید، نمیدونید، هیچ کدوم، فقط عددن اینها. دوستان اینو تمرین کنیم با خودمون. اون افرادی که وارد میشن واقعا شاید، حالا میگم، وارد یک فضایی بشیم که تو اون فضا بتونیم خودمون رو جای اون آدما بذاریم. طرف شاید 6 ماه، یکم فکر کنید، همتون تجربه رو دارید، 6 ماه پیش شاید یه پولی رو قرض کرده، اومده یه دونه جایگاه زده، 6 ماه دنبال اینی که یک پک بخره، با 100 نفر صحبت کرده، رو زده قرض بکنه، محصول بفروشه، فلان فلان، و شاید یه روزی رفته هنوزم که هنوزه چه میدونم یه چیزی فروخته، یه وامی گرفته، یه کاری کرده، اومده یک جایگاه زده. دوستان اصلا بحث تعهد و بحث اون تصویری که از تعهد وجود داره به عنوان یک انسان متعهد فلان، همه رو بذاریم کنار، واقعا وجدانمون رو بذاریم وسط. نمیتونیم نسبت به این آدما بی تفاوت باشیم. حالا استراتژی هایی که به کار میبریم، حرفایی که میزنیم، حضور من میسم تو این جلسه، اون انرژی که تو این جلسه که الان دارم برگزار میکنم میذارم، باید نگاهم به یه جایی باشه که اون مکان، اون محل منو تکون بده، به من، منو وادار کنه به اینکه صد وجودمو بذارم. اگه جایی که بهش نگاه میکنم جای درستی باشه، خب میتونم هم یه نگاه دیگه داشته باشم، بگم خب این همه آدم اومده تو تیمم، لیدرهایی دارم که من نباشم ادامه میدن کار رو، ولش کن دیگه، امشب میرم میگردم، به جای اینکه بیام جلسه رو برگزار. امشب شنبه است و اینجا توی ونیز خب همه اومدن بیرون، همه بیرون دارن الان قدم میزنن، کلاب ها بازه، کافه ها بازه، خب من میتونم خیلی ساده بگم که یکی دیگه این جلسه رو برگزار بکنه. خب اینا همه اون چیزهایی که توی ماها اتفاق میفته، برای منم داره اتفاق میفته. اون وجدانه رو اگه فکر میکنم بیاریم وسط، اون تصویری که میتونیم از کلمه تعهد به عنوان یک واژه بینشی، ارزشی، نمیدونم چی، تبدیلش کنیم به یک حالت، یک اجرا، واقعا یه چیزی که توی اجرا، توی زندگی ما قدم به قدم داریم اجراش میکنیم. مثل اینکه شما میرید، مثلا میگم، میرید غذا میخواید بخورید، پشخواب رو برمیدید، غذا میکشید توش و میاد میشینید سر میز میخورید، مطمئنا در حال دویدن غذا نمیکشید، یه کاری رو میکنید، اینا جز قدم هاتونه. به نظر من میتونیم ما هم هدف هم تعهد رو تبدیلش کنیم به یه همچین چیزی، واقعا بخش از اجرامون باشه، بخش از وجودمون بشه. نیاز نیست 5 شب تا صبح نخوابیم و زنگ بزنیم به افراد و حمایتشون کنیم و تا تعهد داشته باشیم. بیایم رو مینیمومه یه مقداری کار بکنیم. خیلی از ماها تو مینیمومه مسئله داریم. خودم رو میگم، زمانایی که میبینم خطا دارم میکنم، میبینم تو مینیمومه خطا میکنم. کسی از من نخواسته که یک حرکت متعهدانه خیلی خوف انجام بدم، ولی در واقع از من خواستن که برای این جلسه که هیچ کی منو نمیبینه و من نشستم جلسه رو برگزار میکنم، صد وجودمو بذارم. این جلسه ای چیزی که از سرم باز بکنم یا بشه نشه، اینجوری نباشه. من تو این جلسه میام تا شاید اگه یک نفر یک ورودی رو 6 ماه فالو کرده و آورده تو این جلسه، من میسم اگه صدمو بذارم، میتونم این فرد رو تیکشو بزنم و این فرد شاید جدی‌تر کارش ادامه بده و کمک کرده باشم به اون آدمی که این بحث رو تا امروز داشته، کمک کنم به مجموعه فعالیتاش، به اون همه عشقی که تو کارش داشته، انگیزه‌ای که داشته، امیدی که داشته. بنابراین اگه هر کدومون واقعا به عنوان بخشی از زندگی کاریمون نگاهمون نسبت به این مسائل یه مقداری عوض بکنیم، نمیدونم، اجرایش بکنیم، یعنی بدونیم که این بخشی از زندگی ماست، بخشی از کار ماست، خیلی قضیه فرق می‌کنه. ما تعهد به افرادی که تو سازمانمون وارد شده داشته باشیم، از یک تصویر یا جسچر اخلاقی درش بیاریم و تبدیلش کنیم به واقعا بخشی از، مثل اینکه شما غذا میکشید پشخواب برمیدارید، شما به هیچ وجه این کارو جور دیگه انجام نمیدید. و من هم برای اینکه در واقع کارهایی که انجام میدم، وظایفی که دارم نسبت به سازمانم، میتونم یکم بشینم و فکر بکنم، خودم رو بذارم جای اون افرادی که تو سازمان هستن، دارن وارد میشن، دارن فالو میکنن، تو این جلسه اومدن، شرکت میکنن، سعی کنم صد وجودم رو بذارم، کارمو به نحو احسن انجام بدم. این میشه اون تعهدی که ما میتونیم نسبت به افراد سازمانمون داریم. حالا این نوع، این تصویری که من سعی کردم براتون ایجاد کنم، میتونه تو تمام کارهای من باشه، تو همه وظایف من باشه. پرزنت اگه میرم، اگه خدمتتون عرض کنم که
پروموشنی میاد میخوایم به بچه ها انتقال بدیم، اگه صحبتی میکنیم با هم دیگه، اگه کسی با کسی بحثش میشه تو سازمان، خیلی وقت این اتفاق میفته. واقعا با این تصویره اگه بریم جلو خیلی اتفاقات جور دیگه رقم میخوره. تعهد به حضور در جلسات آموزشی و جلسات تیم دوستان بخش دیگه ای هست. این بحث تعهد رو اینجا میبندیم بعد از اینکه یه سری توضیحات راجع به این بخشم بدم و راجع به پروموشن باز هم میخوام یه چند دقیقه صحبت بکنیم و جلسه امروز رو تمام خواهیم کرد. دوستان من ابتدای صحبتام نسبت به اینکه واقعا نتورک چی هست، شما توی نتورک مارکتینگ وقتی وارد میشید، تجربه خودم رو میگم، یه شرکتی رو به من معرفی میکنن، من وارد میشم، محصولش چیه، پلنش چیه، چجوری پول میده، کی کجاست، یه سری چیزه اینجوری در میارم به من میگن. و دوستان به محض اینکه اطلاعات شما گرفتید، یه حسی توی شما به شما یک در واقع تصویر جدیدی از خودتون میده، شما این کار دیگه میدونید، بلدید فلانی. و خیلی از وقتا دوستان باز هم نگاه کنید به دو سالی که تیم بلو هوب کار کرده، به تک تک افرادی که دو سال زمان گذاشتن فیل شدن یا هنوز هستن، بازی رو از باختن، از دور بازی خارج شدن، یا اینکه نه هنوز دارن فول قدرتمند، به عنوان که کسایی که داره سایکل میزنه، داره تیم، داره تیم میسازه، یا به اون نمونه دارن، یعنی با اون شکل دارن ادامه میدن، فرقی نمیکنه، همه اینا مهمه. یه خاطره کوچولو بگم از این بابت که هر دوی این قشر مهمن. یادم کلاس، اگه اشتباه نکنم اول راهنمایی بود، نمیدونم، یه سال اون زمانها یه معلمی داشتیم که این معلم ریاضی اومد سر کلاس، گفت میخوام بهترین دانش آموز چند تا کلاس رو تو معرفی کنم. و چند تا کلاس اول راهنمایی اگه بود، چند تا کلاس اول راهنمایی ما داشتیم، و خب تو اون جمع چند تا کلاس یکی دو تا شاگرد خوب بود دیگه، حالا همه فکر میکردن یا مثلا ایکس رو داره میگه یا وای رو میخواد بگه. ولی خب بعد از یه چند دقیقه که این جریان رو به همین شکل ادامه داد و گفت میخوام بهترین شاگرد اینا رو معرفی کنم فراینو، گفتش که یه شاگردی بود که تازگی از مدرسه در واقع تک تحصیل کرده و رفته بود و اینا، و گفت اون فرد هست. و همه تعجب کردن، گفت دید نیست، نمیتونه، اینجوریه، ول کرد رفت. یه زمانی هست خیلی مهمه که حتی اون افراد رو هم ما در واقع مد نظر قرار بدیم. جیمران میگه برید و به افراد شکست خورده، با افراد شکست خورده صحبت کنید، بگید تو چی کار کردی، اون چند تا از اونا رو من بده که من نرم دیگه این کار انجام بدم. بنابراین واقعا تو این دو سال تجربه که بلو هوب داشته کم نیست. افرادی بودن که دو سال کار کردن و حالا موفقن یا موفق نیستن، فیل شدن یا هنوز هستن. واقعا به اینها نگاه بکنیم و از اینها درس بگیریم و مسیر دو سال آینده خودمون و تیممون رو بهتر در واقع رقم بزنیم. یکی از مسائلی که فوق‌العاده مهم هست و من ابتدای صحبتام هم گفتم، اینکه نتورک چیه واقعا و ما چه دیدی داریم بعد از اینکه زمانی گذشت تبدیل شدیم به سفیر، چی میشه که همه چیز عوض میشه، چی میشه که اتفاقات برعکس رقم میخوره، میام پرل میشم، جیت میشم، برای یکی سری پرل میشه، سری سفیر میشه، سری سایکل میزنه، برای یکی اصلا همه چیز عوض میشه. اینا چیزایی هست که ما باید جدی بگیریم، تجربه‌ای هست که میتونیم ازش استفاده بکنیم. دوستان یکی از مسائل مهم که حالا میگم ابتدای صحبتم گفتم، این دید مشغول بودن است. کار ما تو این نتورک مشغول باشیم. دوستان درسته بعضی وقتا یه سمیناری هست، یه کتابی هست، یه جلسه‌ای هست، میریم شرکت میکنیم، فرض میکنیم شدیم حرفه‌ای، شدیم دیمین فایر اصلا. ولی باور کنید اگه زندگی یه کسی مثل دیمین فایر هم ببینید، صبح تا شب، شب تا صبح مشغول همین کاراست، مشغول تیمشه، تو این جلسه شرکت میکنه، تو اون جلسه شرکت میکنه، با این صحبت میکنه، شاید پروسپکت جدید میگیره، ویدیو میگیره، نمیدونم سیستم آموزشیشو میاد مثلا فیلم برداری میکنه، مشغوله. لزوما امروز کلاس 10 نیست، فردا کلاس 11، پس فردا کلاس دنبال کلاس 12 باشه، نه، مشغوله. یعنی من میسم بعد خودم رو مشغول نگه دارم. این مشغول نگه داشتن باید بشه یک اصل واسه من. اون موقع است که تو همه جلسات آموزشی شرکت میکنم، تو جلسات آموزشی شرکت میکنم، چون کار من همینه. یه راننده هر چه قدم که راننده حرفه‌ای بشه، باز هم که مسافراشو میزنه از مثلا مقصد، از مبدا تهران به مقصد شیراز، باز هم همه مسیر رو رانندگی میکنه. قطعا هرچی راننده حرفه‌ای‌تر قوی‌تر باشه، حواسش بیشتر جمعه،
مطمئنن تو مسیر رانندگیش هیچ وقت پا نمیشه صندلیش رو رها کنه بیاد یه سری به چند نفر اون مثلا صندلی های جلو بزنه خوشبش کنه برگرده. حرفه‌ای بودنش بهش این اجازه رو نمیده. حرفه‌ای بودنش دقیقا بهش میگه که رو صندلی نشستی حرفه‌ای تر بنشین، بیشتر حواست رو جمع کن. دوستان بعضی ها میان توی نتورک چند وقت میذاره واقعا مثل اون راننده پا میشن میرن حالا اینور اونور سلام علیک میکنن و این واقعا مهمه که میگم میخوام واژه تعهد رو بردارم از اینجا که این نباشه که من میسم آدم متحدی هم تو جلسات حضور پیدا میکنم. نه این نیست، من باید بدونم که این همون کار منه و باید تو جلسات حضور داشته باشم، باید مشغول باشم، باید مشغول تلفن باشم، مشغول ارتباط سازی باشم، مشغول خدمتتون از کنم، پرزنت باشم، فالو باشم. اگه اینو تو خودم نگه دارم و همیشه مشغولیت باشه، یکی از قدم‌هایی که ما رو قطعا یک نتورکر حرفه‌ای می‌سازه. با توجه به اینکه افراد بزرگ توی دنیا گفتن که نتورک موندگاری است، قطعا منظورشون از این موندگاری تو همین جلسات دیگه، یعنی با جلسات باش. خیلی از افراد تو تیم ما هستن و من ازشون تشکر می‌کنم و بهشون افتخار می‌کنم به عنوان یک همتیمی، خودم رو به عنوان یک همتیمی میگم، که تو دو سالی که ما کار کردیم امروز اونها بزرگترین مدرک از موفقیت در نتیجه موندگاری هستن. این افراد ما بهشون حالا از لحاظ کاری یه جوری مدیونیم، چون کسی که اومده یک سال و 6 ماه 7 ماه ورودی نتونسته بگیره ولی مونده تا ورودی گرفته و امروز مجموعه ساخته و امروز وارد چالش های کار شده و امروز داره چیزای جدید یاد میگیره، داره صاحب مجموعه میشه، داره خدمتتون عرض کنم به فکر اینه که چجوری مجموعهشو ببره جلو، به فکر اینه که دپو بسازه، به فکر اینه که چند وقت دیگه جلسات پرزنتوری خودشه، چند وقت دیگه میخواد سفیر بشه. این فردی که اومده و این مسیر رو طی کرده، از منی که شاید روزی که شروع کردم تا امروز و خب خیلی از کارها شاید بیشتر از این انجام دادم، ولی خب برای قدم به قدم موفق بودم. حالا موفق بودم یعنی اگزیکیتیف شدم، جد شدم، من درگیر بودی نبودم، بعد سفیر شدم، بعد این آفر رو گرفتم، بعد تیم ساختم، حالا به نسبت داریم خدمتتون عرض می‌کنیم، از من کار با ارزش‌تری انجام داده. و واقعا بدونیم که آینده این تیم و خیلی از مسائل دیگه مدیون اون افرادی هستیم که میان و با تلاش خودشون و با از خودگذشتگی خودشون علارغم اون همه ناملایمتی، علارغم اون همه ناموفقیت، علارغم اون همه نشدنها میمونن و رقم میزنن و این میشه الگو، این میشه حادثه و این میشه چیزی که افراد میتونن بهش یه جورایی ایمان اینجا ایجاد میشه دیگه. فرد تو این شرط این کارو کرد. بنابراین سعی کنیم که حضورمون رو توی جلسات، به خاطر اینکه مشغول بودن نتورک مارکتینگ، همیشه بیایم این کارا رو انجام بدیم و بریم. چیزی قرار نیست تو اینجا شرکت کنیم مدرک دکترا بگیریم و اگه نمیگیریم پس شرکت نکنیم. اینجوری نیست. باید حضور در کار و بودن ما بخشی از در واقع، یعنی این چیزی باشه که ما تأثیری باشه که از خودمون تو ذهنمون داشته باشیم. خب دوستان این بحث هدف و تعهد فکر میکنم بسیار مهم بود. اینو تا حدودی با هم در واقع مرور کردیم. در حد 10 دقیقه دوست داشتم خدمتتون عرض کنم که بحث پروموشن رو خدمتتون توضیح بدم، چون بسیار بسیار مهم هست بحث پروموشن و باید هممون حواسمون رو جمع بکنیم که هر چقدر که میتونیم از این پروموشن نهایت استفاده رو ببریم. خب دوستان یه چیز الان بدونیم، پروموشن های جنس بخشی از جنسه، بخش بسیار مهمی از جنسه و در واقع یکی از ابزارهای فوق حرفه‌ای جنسه، یکی از ابزارهای قدرتمند جنسه، ابزاری که توش پول هست، توش شادی هست، هیجان هست، دیگه ابزار از این بهتر نداریم. خب دعا توش نمی کنیم که بگیم خب میریم دعا میکنیم، چیز خاصی توش نیست، نه، اینجا پول توش هست. حالا با یک تصویر خیلی ساده من سعی کردم نشونش بدم. پول توش هست، اسم توش هست، نمیدونم شهرت توش هست، رشد توش هست، اینا همه توش هست. خب دیگه از این بهتر که نیست. حالا فضا رو کایری در نظر بگیم. دوستان از 1 نوامبر که دیروز باشه تا آخر امسال اصلا بازه اپیکی هست، یعنی فوق العاده این 2 ماه میتونه 2 ماه
سرنوشت سازی باشه، انتهای سال میلادی هست، میتونیم یه سال جدید به نام سال 2020 رو رقم بزنیم، یه جوری دیگه میتونیم رقم بزنیم، براش بجنگیم این دو ماه رو. اما یکی از اون پروموشن هایی که فوق العاده مهم هست و همیشه داره تکرار میشه، پروموشنی هست که حالا به عنوان های مختلف GPS lead to success، حالا این اسمش رو گذاشته lead to success، یعنی پیش به سوی موفقیت یا راهنمای ما توی موفقیت، این تحت این عنوان هست. و خب این پروموشن به این شکل هست که شما رنگ کسب میکنید و تعداد خاصی، حالا میزان خاصی امتیاز کسب میکنید، حالا سایکل میزنید کنار این قضایا و بر حسب اون شما پاداش نقدی میگیرید. دوستان این پاداش نقدی بارها بیشتر و بزرگتر از اون عددی که شما در قالب اون 6 تا پلن دریافت میکنید، به خاطر همین فوق العاده جدیش بگیریم. شما زمانی که به فرض مثال سفیر میشید و 15,000 امتیاز جمع میکنید، 6,000 دلار نقدی میگیرید، ولی قطعا یه نفری که اومده سفیر شده 6,000 دلار بابت هیچ چیزی نمیتونسته گرفته باشه. 6,000 دلار شما تعداد سایکلش حساب کنید شاید 150 تا 178 تا سایکل میشه. بنابراین شما هیچ وقت نمیتونید با یه سفیر شدن 180 سایکل زده باشید که مثلا این میزان پول گرفته باشید. قطعا سفیرهای توی تیم وجود دارن که شاید 20 تا سایکل زدن. حالا میتونید مقایسه بکنید عددی رو که اینها تا الان گرفتن با عددی که میتونن اینجوری بگیرن. بنابراین جدی بگیریم چون پول خیلی خوبی توشه. من شخصا 70-80% پولی که تا امروز درآوردم رو توی پروموشن ها درآوردم. اما اکزیکیتیو شدن در واقع اولین قدم هست که شما اگه اکزیکیوتیو بشید، یعنی یک نفر راست یک نفر چپ بگیرید و 450 امتیاز کسب کنید، خب جدا از این که پورسانتای پلنتون گرفتید و حالا همه مسائل دیگه، 100 دلار هم به شما پورسانت نقدی میده و پاداش نقدی میده. دوستان همه این پاداش‌های نقدی ها 6 هفته بعد از اتمام این بازه آف پروموشن تعویض شما میشه. یعنی چی؟ یعنی ما این ماه و ماه بعد رو داریم، تموم میشه، همه تلاشمون رو میکنیم، سال جدید 2020 شروع میشه، 6 هفته بعد از سال 2020، یعنی 1.5 ماه بعد از ابتدای سال میلادی که میشه در واقع ماه ژانویه تموم میشه، 15 فوریه شما انتظار داشته باشید که حالا پولاتون رو بهتون بدن. توی سیستمتون و حساب کتابتون آنلاین همه چیز هست، از همین الان که شروع میکنه به ورودی گرفتن امتیازا میاد، به محض اینکه پورسانتتون 100 دلارتون رو برنده شدید، اون 100 دلار اونجا نشون داده میشه، از همه چیز لایو هست، حالا نهایتاً با اختلاف 1 روز 2 روز، ولی پورسانت به حساب کمیسیونتون بخواد واریز بشه که برید تو بخش کمیشن ها ببینید، این میفته برای 1.5 ماه بعد. دلیل چیه؟ چون توی جنس 1 ماه فرصت کنسلیشن هست. یعنی شما امروز که خرید میکنید، حالا این توی ایران یه مقدار قضیه فرق میکنه میدونید، ولی مثلا کسی که تو ترکیه خرید میکنه میتونه یه هفته بعد کنسل کنه. وقتی کنسل میکنه محصولش هم حتی اگه به دستش رسیده باشه برمیگردونه، اگه سالم باشه پولشو برمیگردونه. و خب 1 ماه هست این بازه کنسلیشن. و خب شرکت میگه شاید شما اومدید مثلا یه نفر وارد شد، شما اکزیکیوتیو شدید، امتیازم گرفتید، ولی این کنسل کرد، اگه من همین الان پول شما رو بدم، موقع من باید بیافتم دنبال این که پولمو چجوری پس بگیرم از شما. به خاطر همین 1 ماه زمان میده برای اینکه هر کی خواست کنسل بکنه. وقتی که 1 ماه شد یه کسی نمیتونه کنسل بکنه. حالا جنرس میگه هر کی که هر امتیازی داره دیگه قطعا هست. بنابراین اگه پولی میخوام به کسی بدم، 6000 دلار میخوام به سفیر بدم، فردایو دیگه کسی نمیتونه کنسل کنه و با خیال راحت این کار انجام میده. پس دلیل این که 1.5 ماه طول میکشه اینه که 1 ماه ما بازه کنسلیشن داریم توی جنس و اون 2 هفته هم ادامهش که میشه 6 هفته، 2 هفته هست که شما هر پورسانتی رو تو جنس بگیرید 2 هفته بعد بهتون میده. پس همه چیز قانونمند و مشخصه. دوستان میتونید ببینید تو این صفحه که جید که میشید و 3000 امتیاز جمع بکنید، 500 دلار به شما پورسان میده، 500 دلار پاداش میده در واقع. پرل همینطور، سفیر همینطور، سفیر 25، سفیر 50، سفیر الیت، روبی و امرالد تا قبل از دایموند شدن. دوستان یه روزی دایموند میشید و دیگه این از این آفره نمیتونید استفاده کنید، اون زمان شاید بخواید برای بچه‌هاتون بگید که آره من اون زمان تک تک اینا رو میزدم و از یه بازی بعد فقط نصف میگرفتم. دلیلم که نصف میگرفتم این بود که بیشتر از 6000 دلار درآورده بودم تو این پروموشن و از اون به بعد دیگه جنس میگه اوکی اگه شما 6000 دلار از این پروموشن تا حالا گرفته باشید، از این به بعد هر پروموشن رو که ببرید، مثلا بیاد سفیر
25 بشید و 25,000 امتیاز جمع بکنید، من به جای 6500 دلاری که اینجا میبینید، من فقط 3250 دلار بهتون میدم. تا بازه پرل هر چند بار بزنید فول بونس بهتون میده، ولی از زمان سفیر اگزیکیوتی، از سفیر که میشید، چون 6000 دلار جایزش، 6000 دلاری که بگیرید دیگه دفعه بعد اگه بیاید دوباره برنده بشید، که البته شما اگه یه بار سفیر شدید دیگه همیشه سفیرید دیگه، و تو این در واقع پروموشن باید یک رنگ بیاید بالا. فرض میکنیم میاد سفیر 25 میشید، شما سفیر بودید 6000 دلار گرفتید، سفیر 25 میشید و 25000 امتیاز میزنید، 6500 دلار باید بهتون بده، ولی چون 6000 دلار گرفتید قبلا، 3250 دلار بهتون میده. و این داستان در واقع نصف شدن هست که خیلی مهمه. و نکته مهم دیگه‌ای که تو این پروموشن بگم اینه که قانون 35% وجود داره. یعنی چی؟ شما یک ورودی میگیرید فرض میکنیم و این فرد میاد و یک پکیج 100 امتیازی میخره، یک ورودی دیگه میگیرید میشید اکزیکیوتیو، یه ورودی دیگه سمت چپتون میگیرید و اون فرد هم یک پکیج 200 امتیازی فرض میکنیم میگیره، میشه 300 امتیاز. یا اصلا بگیم که اون فرد یک پکیج 500 امتیازی میگیره، یک پکیج امباسادور میگیره. خب شما اکزیکیوتیو شدید نشدید؟ شدید. اما چقدر امتیاز دارید؟ 500 تا این گرفته، 100 تا این ور گرفته، میشه 600 امتیاز و 600 بیشتر از 450. پس من 100 دلارمو میگیرم. خیر. شرکت میگه که من از هر لگ شما، و لگ یعنی یه نفر شما وارد کردید، این میشه لگ. نفر دوم وارد کردید، این میشه لگ دیگه. نفر سوم وارد کردید، این میشه لگ دیگه، میشه 3 تا لگ. میگه از هر لگی که شما دارید یه سری امتیاز تو اون لگ جمع میکنید که بعداً میخواد این امتیاز همه رو هم جمع بشه، بشه 450 و شما جایزتون رو بگیرید. من امتیاز یه لگتون رو براش یه دونه محدودیت میذارم تو این آفر. میگه چه محدودیتی؟ میگه بسته به اینکه شما برای کدومی که از این رنگ ها میرید. مثلا برای اکزیکیتیف 450 میرید دیگه، 450 رو در نظر داشته باشید، شما 450 امتیاز میخواید جمع بکنید، من از این 450 امتیاز 35% رو بیشتر ازتون توی لگ قبول نمی کنم. یعنی چی؟ 35% مثلا خدمتتون عرض کنم که 450 امتیاز شما میتونید این رو در نظر بگیرید که مثلا میشه 156 CV، 150 60 سی وی تو این یه دستی که یه لگی که شروع کردید قبول میکنه. یعنی یه 100 امتیاز دیگه اومده، یه 50 امتیاز هم دیگه، 60 امتیاز هم دیگه تو این لگ میتونید جمع بکنید. اگه یه ورودی دیگه تو این تیم این فرد بگیره، مثلا شما محمد رو وارد کردید 100 امتیاز، محمد علی رو وارد میکنه اونم 100 امتیاز، این لگتون میشه 200 امتیاز. و دوتاشون هم تو یک مجموعه هستن، تو یک نسل هستن، جفتشون به هم مربوطن، میشه یه لگ. 200 امتیاز ازتون قبول نمیکنه توی شمارش، برای اینکه 450 رو خلق بکنید شما، 150 60 تاشو قبول میکنه. میگه من 35% این 450 امتیاز از یه لگ قبول میکنم، برو یه لگ دیگه بساز، برو یه ورودی دیگه بگیر. و شما میاد یه ورودی دیگه میگیرید، امباسادور 500 امتیازی میاد خرید میکنه، قبول نمیکنه 500 امتیاز ازتون، فقط 135 امتیازشو، 150 60 امتیازشو قبول میکنه. و شما مجبورید برید یه ورودی دیگه هم بگیرید، بشید 3 تا لگ، از اونم یه امتیازی جمع بکنید، حالا این 3 تا با هم جمع بشه، بشه 405 امتیاز. شما میتونید 4 تا لگ، 5 تا لگ، 6 تا، هر چند تا لگ بخواید در واقع داشته باشید. و این پروموشن به ما کمک میکنه که هر چقدر میتونیم لگ های بیشتری رو خلق بکنیم. لگ های بیشتر بسیار بسیار مهمه. توی جنس هر چقدر میتونید لگ بیشتر خلق بکنید. حالا تو همین راستا پروموشن خود بلو هوپ هم داریم که تعداد ورودی چالش ورودی سایکل رو داریم که کمک میکنه به ما بتونیم به می‌خواستم بگم مسابقات، به ایونت ها برسونیم خودمون. مثلا ایونت ها فوق العاده مهم هستن. یکی از اصول مهم اریک وور هست که از ایونت به ایونت کار بکنیم. ایونت میلان تموم شد، برای ایونت بعدی میخوایم مبارزه بکنیم. ایونت بعدی رو که زدیم، برای ایونت بعدی میخوایم مبارزه بکنیم. بنابراین این پروموشنی که تو بلو هوپ خودمون طراحی کردیم فوق العاده مهم هست، براش تلاش بکنیم که بتونیم به پروموشن ها خودمون رو برسونیم، به ایونت ها خودمون رو برسونیم. از این پروموشن نهایت استفاده رو ببریم، فرصت بر نمیگرده، تصمیم بگیریم، انتخاب بکنیم کدومش رو میخوایم. یه دنیا از کائنات و کارما و کوانتوم فیزیک و راز و نمیدونم خدمتتون عرض کنم که probability waves و نمیدونم این همه اونجا چیز میسازه که قرار اونا هم باشه، ما اصلا وارد اون فضا نشدیم. ولی واقعا بیایم همت کنیم، تلاش بکنیم، هدف بذاریم، قدم مشخص کنیم، ابزار مشخص بکنیم، تعهد داشته باشیم، ارج داشته باشیم و
رقم بزنیم. و این رو در واقع به قول جیمران، این صحبت این جلسه رو با این صحبت جیمران تموم میکنم. جیمران میگه دو تا درد هست تو زندگی، دو تا رنج هست، مجبورید یکیشو بپذیرید، مجبورید یکی از دو تا رنج رو بپذیرید. هممون مجبوریم، یا رنج این که امروز تلاش میکنید، عرق میریزید، ناامید نمیشید، خسته نمیشید، سختی میکشید، تلاش میکنید به هدفتون میرسید، این رنج دیگه، سخت دیگه، شاید بیخوابی بکشید، شاید نبشنوید، شاید خدمتتون عرض کنم تحقیر بشیم، شاید هزار تا چیز اونجا هست، یا رنج پشیمونی بعدش رو که اگه انجام ندیم. میتونیم هم امروز خوش باشیم، راحت باشیم، ولی بعدش پشیمون میشیم، رنج پشیمونی هم هست، سخت دیگه، پشیمون میشی، یه فرصتی بود تموم شد رفت. میگه مجبوریم یکی از این دوتا رنج رو انتخاب کنیم. دوستان، آدمی که اهل منطق باشه، آدمی که باهوش باشه، اینجا همه چیزو تموم میکنه. یکی از این دوتا رنج باید انتخاب بکنیم، رای دیگه نیست، رای سومی نیست. و من به عنوان یک شخص قطعا رنج اول رو انتخاب میکنم. مطمئنم افراد همه همینن، افرادی که تو این جلسه هستن، افرادی که تو بلو هوب جمع شدیم، مطمئنم همه با این طرز تفکر هستیم. امیدوارم که بتونیم کنار همدیگه تو زندگی همدیگه اون نقش مثبت داشته باشیم. ممنون، متشکر از اینکه در واقع تو این وبینار شرکت کردید. امیدوارم که زمانی رو که گذاشتید براتون مفید واقع شده باشه. تا وبینار بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.